السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى صحبه المنتجبين وعلى من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود پیامبر اعظم، سرور کائنات و سید مخلوقات در عالم وجود، حضرت محمد ابن عبدالله. و همچنین ولادت با سعادت حضرت ابی عبدالله الصادق، فرزند و حجت خدا در زمین در دوران امامت. امیدواریم که خداوند به همه ما، به همه مسلمین، به همه روشنبینان عالم توفیق بدهد که قدر این نعمتها را، قدر این عظمتها را بشناسیم، بفهمیم و سعی کنیم در همون صراط مستقیمی که این استوانه های عالم وجود به ما نشان دادند حرکت کنیم. وجود مقدس پیغمبر اعظم، اهمیت وجودیش به قدری است که خدای متعال به خاطر دادن این نعمت به بشر بر او منت می‌گذارد. فقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه اینجور عرض میکنه به خدای متعال: الحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه. دون الامم الماضیه و القرون السالفه. منت الهی برای این عطیه بزرگ به بشریت، تصریح قرآن و کلام ائمه معصومین است. خیلی عظمت. رحمتن للعالمین تعبیری است که خدای متعال برای پیغمبر بیان فرموده است، نه لفرقت من البشر، لفرقت لجمع من العالمین، نه، رحمتن للعالمین برای همه رحمت است. اون پیامی که او از سوی خداوند متعال آورده است، این را هدیه می کند به بشریت، این بصیرت را، این راه را در اختیار همه آحاد بشر قرار می ده. خب البته هستند کسانی که صاحبان قدرتند، صاحبان زر و زورند، مایل نیستند که این سفره گسترده رحمت الهی
مورد استفاده آحاد مردم قرار بگیره، با قدرت اونها مخالفن. لذا در مقابل این حرکت الهی می ایستند. اون وقت خدای متعال در دنباله او می فرماید که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین، دنبال اونها مرو، مراقب باش. در جای دیگری می فرماید و جاهد الكفار والمنافقین، یا ایها النبی و جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم، با کفار مبارزه کن. میفرماید جاهد، نمیفرماید قاتل. قاتل الكفار والمنافقین همیشه لازم نیست، اما جهاد همیشه لازمه. گاهی جهاد جهاد سیاسی است، گاهی جهاد فرهنگی است، گاهی جهاد نرم است، گاهی جهاد سخت است، گاهی با سلاح است، گاهی با علم است. همه اینها جهاده. اما در همه اینها باید توجه داشت که این جهاد علیه دشمن است، علیه دشمن بشریت است، علیه دشمنانی است که به اتکای قدرت خود و زر و زور خود بر بشریت وجود سنگین و متامع خودشون رو تحمیل میکنند. علیه اونهاست. سازش با اونها معنا نداره. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. آیات کریمه قرآن درباره پیغمبر و درباره تعالیمی که به پیغمبر می‌دهد و بنای جامعه اسلامی نوپا را قدم به قدم و کلمه به کلمه به پیغمبر تعلیم می‌دهد خیلی زیاده. توصیه ما به خودمون، به جوانهامون، به مبلغین امور دینی، به کسانی که سررشته های فکر مردم دست اینهاست، این است که به همه این آیات مراجعه کنند، همه این مفاهیم رو در قرآن ببینند. یک مجموعه است، یک مجموعه کامل است. اشکال کار ما این است که ما از مجموعه کامل تعالیم الهی، خطاب به پیغمبر و توصیفی که خدا از پیغمبر می کند غفلت می کنیم. اگر این مجموعه کامل رو مقابل نظر قرار بدیم، اون وقت اون رفتار درست، اون صراط مستقیمی که پیغمبر بر اون قرار داشته، او جلوی پای ما ظهور پیدا خواهد کرد. انک علی صراط مستقیم. این صراط مستقیم رو باید پیدا کرد. اونچه که من در این جلسه مناسب میدانم عرض بکنم، چون برادران و خواهران عزیز ما از کشورمون، از کشورهای دیگر، میهمانان عزیز همایش وحدت، سفرای محترم کشورهای اسلامی در اینجا حضور دارند، مذاهب مختلف اسلامی، شیعه، سنی، از انواع نحل و شیوه های فکری در این جلسه حضور دارید، بعد هم این حرف ها شنیده خواهد شد. اون چی که بنده لازم میدونم عرض بکنم این است که برادران عزیز، خواهران عزیز، امروز
دنیای اسلام دچار محنت‌های بزرگی است و راه حل اون محنت‌ها اتحاد اسلامی است. وحدت، همافزایی، کمک به یکدیگر، از اختلافات مذهبی و فکری عبور کردن. امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسلام این است که سعی می‌کنند دنیای اسلام را از وحدت خود هرچه بیشتر دور کنند. این برای اونا تهدیده. 1.5 میلیارد مسلمان، این همه کشورهای اسلامی با این همه منابع، این نیروی انسانی فوق العاده، اگر این متحد باشد با وحدت حرکت بکند به سمت اهداف اسلامی، قدرتمندان دیگه نمیتونن در دنیا کوس قدرت بزنند. آمریکا دیگه نمیتواند اراده خود را بر کشورها و بر دولتها و بر ملتها تحمیل کند. شبکه بدخیم خبیث صهیونیستی دیگه نمیتواند دولتها و قدرتهای گوناگون را در پنجه اقتدار خود بگیره، اونها را در جهت راه خود و کار خود پیش ببره. مسلمان ها اگر متحد باشن اینه. اگر مسلمان ها متحد باشند، وضع فلسطین اونچنان که امروز مشاهده می کنیم نخواهد بود. امروز وضع فلسطین وضع سختی است. غزه یک جور، ساحلش غربی یک جور. ملت فلسطین امروز زیر فشار شدید روزانه است. مسئله فلسطین رو میخواهند از اذهان دور کنند، به فراموشی بسپارند. منطقه غرب آسیا شامل همین کشورهای ماها که یک منطقه فوق‌العاده حساس راهبردی است، هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ گذرگاه‌های آبی، یک منطقه حساسی است. این منطقه رو میخوان مشغول کنن به خودشون. مسلمان در مقابل مسلمان، عرب در مقابل عرب، بایستن، همدیگر رو هدف بگیرن و یکدیگر رو نابود بکنن. ارتش‌های کشورهای مسلمان، مخصوصاً ارتش‌هایی که در همسایگی صهیونیست‌ها قرار دارن، روز به روز تضعیف بشن. هدف اونها اینه. امروز دو اراده در این منطقه با یکدیگر در تعارضند. یک اراده اراده وحدت است، یک اراده اراده تفرقه است. اراده وحدت متعلق به مؤمنین است. فریاد اتحاد و اجتماع مسلمین از حنجره‌های با اخلاص بلند است. مسلمان‌ها را دعوت می‌کنند به اینکه به مشترکاتشون توجه بکنند. اگر این بشود، این وحدت اگر اتفاق بیفتد، وضعی که امروز مسلمان ها دارند، این وضع دیگه به این شکل نخواهد بود. مسلمان عزت پیدا خواهد کرد. امروز شما ملاحظه کنید از منتهی الیه شرق آسیا در میانمار مسلمان کشی هست تا غرب آفریقا در نیجریه و امثال اینها. همه جا مسلمان ها را یک جا به دست بودایی کشته میشن، یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن.
یه عده هم در این آتش ها می دمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی آمریکایی، مثل همه، همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشون این است که مسلمان ها را به جان هم بیندازند. این پیام اراده تفرقه است که اراده شیطانی است، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنند، در کنار هم قرار بگیرند، با هم کار کنند. شما امروز نگاه کنید به اظهاراتی که مستکبرین و متصرفین فضاهای حیاتی ملت‌ها ازشون سر میزنه، ببینید دعوت به تفرقه است. از قدیم به سیاست انگلیسی ها گفته میشد که سیاست تفرقه بینداز و آقایی کن، فرق تصد، آقایی کن به برکت تفرقه انداختن. این کار سیاست انگلیس اون وقتی که قدرتی داشت انگلیس، این سیاست اونها بود. امروز هم این سیاست رو قدرتمندان امروز دنیا، قدرتمندان مادی دنیا دارند، چه آمریکا، چه حالا اخیراً باز انگلیس. انگلیس ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودن، همیشه منبع نکبت برای ملت ها بودن. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی. در شبه قاره هند که امروز هند و بنگلادش و پاکستان است، اونجور ضربه زدن، اونجور مردم رو فشار دادن. در افغانستان یک جور، در ایران یک جور، در منطقه عراق و اینها یک جور، بالاخره در فلسطین هم که اون حرکت مشؤوم و خباثت آلود رو انجام دادند و مسلمان‌ها رو، یک ملت را در واقع آواره کردند، یک ملت را از خانه خودش دور کردند، ملت فلسطین را، یک کشور تاریخی ثبت شده از چند هزار سال پیش را به نام فلسطین با سیاست انگلیسی ها از بین رفت. در این منطقه انگلیس ها از دو قرن پیش به این طرف، دو قرن و اندکی، از حدود 1800 به این طرف، هر چی که از انگلیس ها سر زده است در این منطقه شر و فساد و تهدید بوده. اون وقت این مسئول انگلیسی میاد اینجا میگه ایران تهدید منطقه است. ایران تهدید منطقه است؟ این خیلی بیشرمی میخواد که کسانی که خودشون در طول زمان تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بودن، بیان کشور مظلوم و عزیز ما رو متهم کنن. اینجوری هن اینها. از وقتی در این منطقه نشانه های بیداری اسلامی دیده شد، فعالیت های ایجاد تفرقه بیشتر شد. تفرقه رو یک وسیله اینها می دانستن برای اینکه بر ملت ها مسلط بشن. از زمانی که احساس شد در این منطقه حرف‌های نو، افکار اسلامی نو، ایستادگی ملت‌ها، زنده شدن و سرپا شدن ملت‌ها وجود دارد، پیدا می‌کند، حرکت تفرقه آمیز دشمنان بیشتر شد. وقتی که نظام اسلامی در ایران سرپا آمد که پرچم اسلام را برافراشته کرد، قرآن را سر دست گرفت، با افتخار گفت ما به اسلام عمل میکنیم،
و قدرت و سیاست و امکانات و ارتش و نیروی مسلح و همه چیز رو با خود همراه داشت و از اونها استفاده کرد و روز به روز اونها رو تقویت کرد، این حرکت تفرقه آمیز بیشتر شده است. این حرکت تفرقه آمیز رو تشدید کردند برای مقابله با این قیام اسلامی، با این عزت اسلامی. اسلام برای اونها مایه خطر بود وقتی بیداری به ملت مسلمان داد، اما اون اسلامی که دولت ندارد، ارتش ندارد، دستگاه سیاسی ندارد، اموال ندارد، یک ملت بزرگ و مجاهد ندارد، فرق میکنه با اون اسلامی که همه اینها رو دارد. جمهوری اسلامی، سرزمین وسیع، ملت مجاهد، مردم جوان، پرانگیزه، مؤمن، معادن سرشار، استعداد برتر از متوسط دنیا و حرکت به سمت علم و پیشرفت. چنین ایرانی برای اونها البته مایه خطره، اینا الگو درست می شود در مقابل ملت‌های مسلمان، با این دشمنند. ادعای نرمش هم اگر یه وقتی بکنند دروغ است، باطن کارشون خشونت است. باید اینها رو فهمید، باید اینها رو شناخت، باید برای مواجهه با دشمن، دشمنی که نه اخلاق دارد، نه دین دارد، نه انصاف دارد و ظاهر را آراسته میکنه، در باطن یک وحشی به تمام معناست، برای مواجهه با این دشمن ملت‌ها باید آماده باشند. به نظر ما مهمترین آمادگی امروز عبارت است از اتحاد بین مسلمین، برحذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنن، مورد اغماز قرار بدن. وجود مقدس پیامبر اعظم نقطه قانونی توجه محبتها و علایق آحاد ملتهای مسلمانه. همه عشق می‌ورزن به پیغمبر، این نقطه قانونی است، این نقطه اصلی است. قرآن محل توجه و اعتقاد همه مسلمانان است. کعبه شریف همین جور. چقدر مشترکات بین مسلمان‌ها زیاده، این مشترکات رو مورد توجه قرار بدن. عوامل دشمنان رو، عوامل استکبار رو در منطقه بشناسن. متاسفانه اون دشمن صریح میاد میگه شماها با هم دشمنید، این کشور تهدید شماست، یعنی شما دشمن اونایید، اونا هم دشمن شما. اون دشمن است که این حرف رو میزنه، خب واضح است. اونایی که میشنون حرف او رو که در ظاهر اسلامی و با نام اسلامی دارن زندگی میکنن و حکومت میکنن، چرا باید قبول کنن از او؟ چرا باید تصدیق کنن حرف او را؟ چرا باید ممشای بعضی از دولت‌های منطقه متاسفانه ممشای پیروی از دشمنان صریح اسلام باشد و دشمنان صریح امت اسلامی؟ اونچه که من به ملت خودمون عرض میکنم، به ملت عزیز ایران، که واقعا
در این سالهای پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی و همچنین سالهای مبارزاتی که منتهی به تشکیل نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی شد، ملت ما امتحان خوبی داده. اونی که عرض میکنم این است که این راه را که راه امام بزرگوار ماست، راه انقلاب ماست، این رو رها نکنید، این راه رو دنبال کنید. عزت دنیا و عزت در ملأ اعلا به این وابسته است که این راه رو بریم، راه تمسک به قرآن و اطرت، راه تمسک به احکام الهی، راه ایستادن در مقابل دشمنان، راه ملاحظه نکردن در اظهار حقیقت و دفاع کردن از حقیقت. اینا اون راهی است که ملت ما اگر دنبال بکنه، که به حمدالله تا امروز این رو دنبال کردن، دنبال سر مسئولین کشور حرکت کردن و این راه پر افتخار رو ملت ما دنبال کردن، اگر این راه ادامه پیدا بکند، این مبارزه ادامه پیدا بکند، دنیا و آخرت این ملت تأمین خواهد شد و مسلمانان دیگر دنیا هم می توانند منتفع بشن. ما همه دولت‌های مسلمان و کشورهای مسلمان را به هم افزایی به کمک یک دیگر دعوت می کنیم و این دعوتی است که به سود همه است. امیدواریم خداوند متعال خیر و برکت و رحمت خود را بر همه آحاد امت اسلامی و بر همه کشورهای اسلامی و بر همه ملتهای اسلامی نازل فرماید و شر دشمنان را انشاءالله از این منطقه کم کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.